خب طلای جدید با طلای قدیم از نظر میدان ها هیچ تفاوت فاحش یا واکنش خاصی نداره، فقط سطح انرژیشون میتونه در باستا به خصوص در طلا و فلزات دیامغناطیس متفاوت باشه. در نوع کار کردن با سیستم های آنتن یا با سیستم های تصویری، هر مدلی که باشه، سیستم باید در زمان تمرین بتونه یا در زمان تست بتونه طلا رو در آن بگیره و فلزات رو بگیره و جداسازی کنه و تفکیک کنه. خب این توان سیستمه. حالا توان اپراتور یا نحوه اپراتور و مهارت اپراتور یا نحوه کار اپراتور و تجربه اپراتور هم در اینجا مطرحه که باید برای صحنه اصلی کار اون اطلاعات کاملی که در زمان تمرین به دست آورده به طور کامل پیاده کنه. خب الان در نحوه آنتنی که دارید میده عملیات انجام میده، این اشتباه در روش برای جستجوه، چون این روشی رو که همیر و میاد توی محدوده بر روی یک زل، در روش اولیه برای تعیین محدوده اشتباهه. در پارسی وی ال اف تی آر بی اف او با اون که طلا در عمق زیاد نمیگیرن ولی واکنش دارن و با عدد وی دی ام کار میکنن، اون تجربه اپراتور در تشخیص صدا مهمه. برای آنتنی ها وقتی کار میکنید در صحنه اصلی کار یا دارید با تصویری ها در صحنه اصلی کار عملیات انجام میدید، این تفاوتش با پارسی وی ال اف تی آر بی اف او در اینه که عمق زیادی رو میگیرن و چون عمق زیاد رو میگیرن و تفکیک میکنن در عمق زیاد، شما در زمانی که میخواید یک طلا رو بگیرید، فلز رو بگیرید، میگید میدان الکتریکیش یا جریان یک طلای قدیمی با طلای جدید زیاد فرق نمیکنه و نمیکنه فرقی، برای اینکه شما زمانی که دارید تصویرگیری میکنید میدانها یکیه ولی جریان عمل کردی یک فلز طلا که دیا مغناطیسه و خودش ضد مغناطیسه و مغناطیس زمین رو رد میکنه و رفع میکنه یا هضم میکنه یا همه منابره میگیره به خودش انرژی میسازه و انرژی رو به شکل خودش یا الکترون های خودش بازتاب میده، اینجا جریان دوقلو بودن تصاویر پدید میاد که چرا در صحنه اصلی کار یا رو فلزات خیلی بزرگ از نوع طلا ما دوقلو داریم تصویر رو یا لکه رنگا رو. دلیلش وجود انرژی بالا و بازتاب اونه و میدانهایشون چه طلای قدیمی چه طلای جدید یکسانه، فقط طلایی که عمری ازش گذشته یا سطحش خیلی بزرگه به دلیل بازتاب برگشت زیادش یا اون جریان انرژی شما دو لکه رنگ میری، یکی از خود منبع میدان الکتریکی مربوط به اولیش و بعد مربوط به انرژی هایی که در اطراف اون شکل میگیره، انرژی هاش و جریانش و میدان های الکترومغناطیسی اطراف طلا هم باز بار الکتریکی مثبت داره و طلا هیچ وقت مغناطیسی نمیشه، هیچ وقت یونیزه نمیشه، هیچ وقت هم نمیپوسه. در رابطه با سیستم های آنتنی هم به همین صورته. ببینید شما اگه با یه سیستم آنتنی دارید کار میکنید در زمان تمرین، اگه هدفتون خیلی بزرگ باشه دیوارهاتون بزرگتره. اگر در صحنه اصلی کارم باشید، زمانی که دارید عملیات رو انجام میدید در مختصادیابیتون دیوارهاتون بزرگتره، این به خاطر وجود اون جریان انرژی بازتاب شده در اطراف یک فلز دیامغناطیس مثل طلاست، چون طلا به جاذبه زمین هم فشار میاره که عاملی نباشه که بیاد بر این قالب شه مولکولش رو خرد کنه چون بار الکتریکیش مثبته. پس اینا رو باید در نظر داشته باشید. اگه جریانی بین فلز قدیمی با فلز جدید، طلای قدیم با طلای جدید وجود داره، در میدانهاشون نیست، در انرژیاشونه. شما یه آهن رو که میپوسته از بین میره، حالت مغناطیسی خودش از دست میده، واسه این اکسید میشه، واسه این دستگاه پارسی وی ال اف تی آر بی اف او فلزات زنگ زده رو به جای طلا تشخیص میدن. این مشکل سیستم های مغناطیسی یا پالسی وی ال اف تی آر بی اف او یا رادیو وای مغناطیسیه. اونایی که عده ویدیو و تشریحات دارن این اشتباه ازشون پیش نمیاد، ولی در مغناطیسی یا رادیو های مغناطیسی یا در پالسی وی ال اف تی آر بی اف او فلز زنگ زده جریان مولکولیش خرد میشه و میدان های دیگه میتونن برش نیرو وارد کنن. واسه اینه که میتونه یه دستگاه پالسی وی ال اف تی آر بی اف او اشتباهاً بیاد یک فلز پوسیده آهن رو به جای طلا تشخیص بده. این عمل در فرکانسی ها نیست و در طلا هم نیست، اینا قابلیت تشخیص نوع هدف و میدان هاشو دارن. پس در مجموع تجربه اپراتور حتی در کار کردن با سیستم های تصویری، پالسی وی ال اف تی آر، آنتنی، حتی در سیستم های بوقی، نوع صدا، تغییر صدا مهمه که بتونه تشخیص بده. در هر کاری تجربه مطرحه، مهمه، ولی جریان میدان هاست که خیلی ها میان میگن تفاوت میکنه. میدان طلا تفاوتی نداره، جریان فرقی درش وجود نداره، طلا نه میپوسه نه یونیزه میشه، گفتیم آهن میپوسه
یونیزه میشه، نابود میشه، میره، ولی طلا نمیشه. دلیلی هم که شما دو لکه رنگ میگیرید یا دیواراتون در آنتنه ها بزرگتره، وجود هدف بزرگ و اون نوع تکنیک باستابیه که طلا ایجاد میکنه در جریان کارش. میدانهاش تفاوتی نمیکنه.